عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چو ندارد دیگر دلبندی به لبش ننشیند لبخندی. پیری خودش یک عالمی داره، بسیار عالم خوبی هم هست، هیچ اشکال نداره، که البته من خودم هیچ وقت پیر نمیدونم. پیری به معنای ناتوانی نیست. اینجا در مرکز سالمندان شاهین در لندن هفته یک روز فرصتی برای سالمندان ایرانی است تا دور هم جمع شوند و از برنامه‌های مختلفی که برای آنها تنظیم شده استفاده کنند. روز جهانی افراد مسن روزی برای مقابله با سنگرایی است. در همین دنیای مدرن هنوز افراد مسن به خاطر سنشان در برخی جوامع مورد تبعیض قرار می‌گیرند و با پیش‌فرض آنکه قادر به انجام چه کارهایی هستند یا نیستند قضاوت می‌شوند. شیک باید بپوشم، عادت دارم، چون جوانی هم همیشه بهترین اسم خانم شیکه میگفتن همه چیم. باید کلا سرم میزه، انواع کلا رنگ و بارنگ به لباسم بیاد، میپوشم میرم آرایشم میکنم، میفهمم از توجه بعضی ها، ولی اصلا اهمیت نمیدم. من یه جوری نگاه میکنم مثلا که این دیگه الان سنش مثلا 80 سالشه، دیگه الان نباید مثلا لباس قرمز بپوشه مثلا اینجوری بیاد بیرون. اینا بعضی هم میگن خوش به حالت، شما خوب کاری میکنی، دلشون میخواد این کارو بکنن. چرا نمیکنن؟ به نظر من یکی من سراغ دارم که این خانم گریه کرد پیش من، گفت من دلم میخواد مثل شما آرایش بکنم، ولی دخترم پسرم نمیذارن. این تعریفی ساده از سنگرایی است. قضاوت برای توانایی ها، باید ها و نباید ها. از همه مهمتر تعصبات و کلیشه های حاکم در بعضی جوامع باعث می شود نظر و خواسته افراد مسن جدی گرفته نشود و آنها به ندرت مجالی برای به اشتراک گذاشتن تجاربشان درباره پیر شدن و برخورد با آنها به خاطر سنشان پیدا می کنند. It's very important to empower an older person. برای قدرت دادن به افراد مسن بسیار حیاتیه که به اونها حق فعالیت، مشارکت در جامعه و به زبان ساده اساساً حق لذت بردن از زندگی رو بدیم. بعضی باور دارن که این حقوق تنها برای جوانها محفوظه. در بعضی جوامع مردم فکر میکنن بخش اصلی زندگی فرد در 20 تا 50 سالگیه و به همین دلیل افراد مسن به طور جدی به حاشیه رونده میشن. در بسیاری موارد افراد مسن به عنوان باری بر دوش اجتماع دیده میشوند، اما این واقعیت ندارد. دست کم گرفتن توانایی های سالمندان موجب دور کردن این افراد از اجتماع است. به همین دلیل سالمندان در این مرکز فرصت یادگیری حرفه‌های جدید را پیدا می‌کنند. یادگیری حرفه‌ای نو برای حفظ سلامت ذهن و فیزیکی سالمندان بسیار مهم است. سالمندان از لحاظ اقتصادی دین خود را به جامعه پرداخت کردند. برخی مطالعات نشان می‌دهد که کمک پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها در مراقبت و نگهداری از نوه‌هایشان در واقع کمک اقتصادی به خانواده و جامعه است که هرگز به رسمیت شناخته نشده است. باید خودمون رو اولا سلامت نگه داریم و برای بچه هامون یار باشیم نه بار. و اگرم میبینه که همه چیز خوبه، بچه ها بیشتر خوشحال میشن وقتی شما همه چیز مرتب منظمه تا اونجا که میتونه، و برای خودمونم خوبه. ما اگر سعی کنه فعال باشیم مثل همیشه، فکر نکنه ما دیگه پیر شدیم هیچ کاری نباید بکنیم، نه. بعضی از افراد مسن یه جور احساس گناه میکنن اگه به خودشون برسن و تفریح کنن، در صورتی که واقعیت درست برعکس اینه. اگه به خودشون نرسن از لحاظ فیزیکی و ذهنی حالشون خوب نخواهد بود و همین باعث میشه برای خودشون و اطرافیانشون زندگی سخت‌تر بشه. در واقع باید این ذهنیت رو تغییر بدیم و از اینکه به خودمون میرسیم احساس بدی نداشته باشیم. باید بدونیم که حق خوشی و تفریح مال هم است و از همه مهمتر زمان مخصوص من خیلی مهمه، زمانی که فقط برای من و دل من هست نه برای دیگران. بالا رفتن میانگین عمر در جوامع باعث شده بیشتر در کنار عزیزانمان باشیم که ارمغانی است بی همتا. نیازی به روشی خاص برای برخورد با افراد به دلیل سنشان وجود ندارد. مهم است بدانیم همه ما یک روز در آن نقطه از زندگی خواهیم بود. چه قنچه سفید دم شکفته شد لبم زهم،
چه شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خوارم باز آمد. آنایتا شمس، بی بی سی.